به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز و همراهان گرامی. امیدوارم در هر نقطه از این ایران عزیز که قرار دارین حال دلتون خوش باشه. در این ویدیوی آموزشی و جلسه 34 قرار بریم سراغ ادامه مبحث قید مقدار و شدت در زبان انگلیسی. اگه ویدیوی جلسه قبلی ما رو بررسی کرده باشین، ما اومدیم یه تقسیم بندی از انواع قید توی زبان انگلیسی رو خدمت دوستان بیان کردیم. حالا adverbs of time, adverbs of place, adverbs of frequency، 5 نوع قید رو با هم بررسی کردیم. حالا اولین قید که قید شدت مقدار یا همون adverbs of degree بود، بخش اولش که در مورد so و such بود، گفتیم خیلی به هم شبیه هستن، معانی و یکسانی دارن رو بررسی کردیم. تو این ویدیو قراره در مورد enough و to با هم صحبت بکنیم، در مورد enough و to. حالا برخلاف ویدیو جلسه قبلی، enough و to درست متضاد با هم هستن، یعنی متضاد هم هستن، که حالا توی ادامه ویدیو بیشتر در موردشون توضیح میدم. منبع آموزشمون هم کتاب English Grammar in Use تألیف جناب آقای ریموند مورفی هست که دوستان عزیز میتونن به صورت کاملا رایگان از طریق سایت های اینترنتی دانلود بکنن. بیوقف وارد آموزشمون بشیم. خب enough و to، دوستان دقت کنید، همین حالا قبل شروع معنی اصلی این دوتا کلمه رو بگم. نگاه کنید، enough یعنی چیزی که در حد کافیه، enough یعنی کافی، کافی، چیزی که کافیه. بهش میگن چی؟ بهش میگن enough. دقت کنین نحوه تلفظشون رو، enough، enough. نا کنین ایناج نیست یا ایناخ نیست، enough، enough، enough. نا کن این جی و اچ کنار هم ف تلفظ میشن، enough، enough، enough. پس enough یعنی کافی. دومیه چیه؟ دومیه to، تو. نه کن، ما وقتی که دو تا حرف صدادار کنار هم قرار میگیره یا قرار میدیم، باید کشیده تلفظ بکنیم. مثل همین کلمه feet، feet، feet یعنی پا، یه درسته، پاها منظورم جمعشه. یا مثلا teeth، دندانها. نه کن دو تا ای کنار هم قرار گرفته، کشیده میشه تلفظش. الان اینجا هم چون دو تا کنار هم قرار گرفتن، تلفظشون باید کشیده بشه. تو، تو، تو یعنی خیلی زیاد، تو یعنی خیلی زیاد، چیزی که خیلی زیاده. نگاه کن، وقتی که ما تو رو به کار میبریم، یعنی خیلی زیاد رو به کار میبریم، یعنی چیزی بیش از اندازه وجود داره، بیش از اندازه مورد نیاز وجود داره. و این چون خیلی خیلی زیاده، برای ما به نوع، یه نوعی آزاردهنده هستش، یه نوعی اذیت کننده هست. یعنی چی؟ یعنی تو معنی منفی داره توی جمله، توی جمله تو معنی منفی داره. معنی مثبتش چی میشه؟ میشه so، 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 یا very، very، very البته خونساست، ولی so برای مثبت بیاد، تو برای منفی میاد. الان مثلا میگم so quickly یا خیلی سریع. الان too quickly هم یعنی خیلی سریع، ولی so quickly اینجا اون quickly یا سریع بودنش برای ما خوشاینده، برای ما مثبته، ولی وقتی میگم too quickly، این پرسرعت بودنه برای من اذیت کننده است، برای من بد، چیزی که دوستش ندارم. خیلی ساده تر بگم، خب وارد آموزشمون بشیم. بخش اولمون خیلی راحته، دقت کنید، خیلی راحته. همونطور که توی جلسه قبل گفتیم، ما یا صفت داریم یا در حقیقت قید داریم یا اسم. حالا این قید های شدت یا مقدار هم میاد صفت یا اسم رو در حقیقت شدتشون رو چیکار میکنن؟ بیشتر میکنن. صفت، اسم یا قید. الان enough، enough بعد از صفت و قید میاد. دقت کن، ما قبل صفت و قید enough رو به کار نمیبریم، حتما باید بعد صفت و قید از enough استفاده بکنیم. چطور؟ ناکن بیا مثال ها رو ببینیم. میگه I can't run very far، I can't run very far، میگه من نمیتونم خیلی دور در حقیقت بدوم، یعنی به جاهای دور بدوم. I can't run very far، far یعنی دور، very far یعنی خیلی دور، من به جاهای خیلی دور نمیتونم بدوم. I'm not fit enough، I'm not fit enough، fit،
fit enough. نگاه کن fit یعنی چی؟ یعنی مناسب. enough یعنی چی؟ یعنی کافی. الان معنی چی میشه؟ I'm not fit enough. من به اندازه کافی مناسب این کار نیستم. I'm not fit enough. یعنی من برای این کار ساخته نشدم، مناسب این کار نیستم به اندازه کافی، در حد کافی. دیگه نمیگیم enough fit، یعنی قبل صفت نمیاریم اینو. این غلطه دوستان، همیشه باید بعد صفت بیاد. الان یه مثال بعدی میگه let's go. We waited long enough. Let's go. میگه بیا بریم. ما به حد کافی چی؟ ما به حد کافی منتظر بودیم یا منتظر هستیم. Let's go. بیا بریم. We waited long enough. ما به اندازه کافی منتظر موندیم. خب long یعنی دراز. Long یعنی دراز. گاهی اوقات معنی طولانی هم میده. ولی اینجا wait که اومده یعنی صبر کردن، برای همین معنی این long رو تغییر میده برای در حقیقت زمان، معنیش رو تغییر میده به زمان. ما مدت زیاد، ما زمان زیادی رو صبر کردیم، چون به عبارتی اینجا long همراه کلمه wait که به معنی صبر کردنه، برای همین معنیش تغییر میکنه به زمان. پس چی شد؟ اولین نکته این شد که enough همیشه بعد صفت و قید میاد. نکته دوم چیه؟ میگه آقا enough همیشه قبل اسم میاد. پس چی شد؟ بعد اسم و قید میاد ولی قبل اسم میاد. الان ناکن میگه we have enough money. We have enough money. دیگه نمیگیم we have money enough. We have enough money. ما به حد کافی پول داریم، یا ما به اندازه کافی پول داریم، یا ما به در حد مورد نیاز پول داریم. We don't need any more. دیگه بیشتر از این نیاز نداریم. چرا؟ چون گفتیم enough به معنی کافی، به معنی کافی هستش، یعنی به اندازه کافی داریم. مثال بعدی میگه there weren't enough chairs. Some of us had to sit on the floor. There weren't enough chairs. میگه به اندازه کافی، در حد کافی صندلی وجود نداشت. بعضی از ما مجبور شدیم که روی زمین بشینیم. چون به حد کافی صندلی وجود نداشت، مجبور شدیم روی زمین بشینیم. ناکن enough chairs. enough money. ناکن money اسم، chairs یه اسم دیگه است. ناکن قبلش enough اومده، بعدش نمیاده این صفت و قید. پس این دو تا نکته که خیلی مهمه. ولی دقت کن، ما گاهی اوقات میتونیم enough رو به صورت تک و تنها به کار ببریم. الان ناکن همین مثالی که اینجا گفتم، این مثال پول، میگه we have enough money. ما به اندازه کافی پول داریم. We don't need any more. درسته؟ We don't need any more. اینجا الان اگه این جمله enough رو می آورد به جمله دوم، ما میتونستیم تک و تنها بگیم we have enough. We have enough. We have enough چی؟ We have enough money. زمانی میتونیم این کارو بکنیم که توی جمله اول در مورد اون اسمی که بعد enough میاد یه صحبتهایی برای ما کرده باشه. یعنی ما بدونیم در مورد چه اسمی میخوایم صحبت کنیم، بدونیم که چه چیزی کافی هست به زبان ساده تر. الان نها کنین مثال رو. میگه we don't need more money. نها کن، میگه ما پول زیادی نیاز نداریم، یا پول دیگه نیاز نداریم، پول بیشتری نیاز نداریم. we don't need more money. نها کن داره میگه صفت اسم من چیه؟ اسم من پوله. چی رو نیاز نداریم؟ پول رو. چرا نیاز نداریم؟ چون به حد کافی داریم. we have enough. We have enough. ما به حد و اندازه کافی داریم. چی داریم؟ همین پولی که توی جمله اول در موردش صحبت شد. پس زمانی میتونیم enough رو تک و تنها بیاریم که یا در مورد اون صفته یا اسمه توی جمله اول صحبتی شده باشه. اگه صحبت نشده باشه، من نمیتونم enough رو تک و تنها بیارم، باید همراه اسمش بیارم. البته اینجا میتونستم بگم We have enough money. We have enough money. یعنی میتونستم مانی رو هم بعدش بیارم. ولی نها کن، چون مانی دوبار تکرار میشه، جملم چندان رضایت بخش نمیشه برام نمیچسبه دوتا اسم رو کنار هم بیارم، دوتا مانی رو تکرار بکنم. بحث ضمیر دیگه، ضمیر میاد که از تکرار اسم جلوگیری بکنه. اینم یه نوع ضمیر مستتر یا پنهان داره که همین مانی هستش که اینجا حذف شده. دمی ساده. خب حالا بیایم تو و enough رو با هم بررسی بکنیم. ما گفتیم enough
برای چیزی که در حد کافی داریم، به اندازه کافی، در حد مورد نیاز. ولی تو برای چیزی که بیش از اندازه است، بیش از اندازه است. الان ناکن بیا مقایسه کنیم تو و not enough رو. ناکن اینجا enough یعنی به اندازه کافی بود، در حد نیاز بود. not enough چیه؟ منفیه. not enough، not enough یعنی چیزی که به اندازه کافی نداریم، در حد مورد نیاز موجود نیست، نداریم. منفی دقیقا برعکس این enough هست. و بررسی کنیم مثال اول. بگه you never stop working، you work too hard. بگه تو اصلا از کار کردن دست بر نمیداری. You never stop working. You work too hard. خیلی داری کار میکنی. You work too hard. خیلی داری کار میکنی. بیش از اندازه داری کار میکنی. ناکن more than necessary. بیشتر از اون چه که نیازه کار میکنی. بیشتر از اون چه که ضروریه کار میکنی. پس too برای چیزی که بیش از اندازه به کار برده میشه استفاده میشه. چیزی که برای ما منفیه. مثال دوم میگه you are lazy. تو خیلی تنبلی. You are lazy. تو تنبلی. You don't work hard enough. تو به اندازه کافی کار نمی کنی. You don't work hard enough. یا تو به اندازه کافی سخت کار نمی کنی. ناکن hard enough. چون صفته قبل enough اومده. درسته؟ چون صفته قبل enough اومده. Less than necessary. Less than necessary. کمتر از اون چه که ضروریه، کمتر از مورد نیاز. پس نها کن اینجا دقیقا to و not enough ضد و عکس هم هستن. بیام حالا اینجا، اینجا میام too much یا too many رو با enough مقایسه میکنیم. بازم too much یا too many برای چیزی که بیش از اندازه است، بیش از حد مورد نیاز ما هست به کار برده میشه. که حالا too much برای اسامی غیر قابل شمارش، too many برای اسامی قابل شمارش به کار برده میشه. enough هم که برای هر دوتاش میتونه بیاد. enough هم چیزی که برای ما کافی. خب مثال دوم رو نگاه کنیم. میگه there is too much furniture in this room. There is not enough space. There is too much furniture in this room. There is not enough space. میگه مبلمان خیلی زیادی تو این اتاق وجود داره، یا وسایل خیلی زیادی تو این اتاق وجود داره. furniture یا مبلمان یا وسایل خانه یه اسم غیر قابل شمارشه، برای همین از much استفاده کرده. too much یعنی خیلی خیلی زیاد، بسیار زیاد. there's too much furniture in this room. وسایل خیلی زیادی تو این خونه وجود داره، تو این اتاق وجود داره. there's not enough space. فضای کافی وجود نداره، جای کافی وجود نداره. ناکن جای کافی، بازم سپیس چون اسم هست بعد ایناف اومده، یعنی ایناف قبل اون اومده. اگه صفت بود باید بعد اون اومد. مثل این. مثال دوم میگه there were too many people and not enough chairs. مردم بسیار زیادی وجود داشت، یا مردم بسیار زیادی بود، ولی صندلی به اندازه کافی نبود. not enough chairs. ناکن people به معنی مردم، چون یه اسم قابل شمارش و جمع هست از منی استفاده کرده. تو هم که قید مقدار یا تشدید کننده هست یا شدته. there were too many، مردم بسیار زیادی اومده بودن ولی صندلی کافی وجود نداشت. enough chairs، بازم چون chairs اسمه، enough باید قبلش بیاد که اومد. بخش بعدی حالا دوتا ساختار رو میخواد برای ما یاد بده. در حقیقت ناکن enough for یا enough، در حقیقت enough for یا too for یه ساخت داره. بیان اول اینو بررسی بکنیم. ناکن enough for too for. الان مثال ها رو بخونیم کاملا متوجه میشیم. does Joe have enough experience for the job؟ ناکن enough بعدش چی اومده؟ for the job. enough for the job. enough for the job. does Joe have enough experience for the job؟ میگه آیا جو تجربه کافی برای این شغل داره؟ تجربه کافی برای این کارو داره؟ enough experience for the job. does Joe have enough experience for the job؟ آیا جو تجربه کافی، نکن،
تجربه لازم، تجربه مورد نیاز، تجربه کافی برای این کار رو داره؟ نکن، کافی برای، کافی برای، یه ساختار. فقط دقت کنید، حالا اینجا یه دونه تو هم هست، من تفاوتش رو با فور میگم. ما بعد فور همیشه اسم داریم، بعد فور همیشه خدا اسم داریم، یعنی بعد فور نمیتونیم فعل بیاریم. الان نمیتونیم بگیم مثلا جو هاف اینف اکسپریانس فور دو د جاب، میتونه فعل آی ان جی بیاد، ولی ما اینجا منظورمون فعل ساده است. بعد فور فعل نمیتونه بیاد، اشتباه میشه، بعدش باید اسم بیاد، مثل این فور د جاب، برای شغل. ولی بعد تو، بعد تو ما همیشه فعل داریم. پس تفاوتش این دوتا ساختار اینه، اینجا پایینم میگه ولی من الان گفتم. بیا مثال دوم، میگه this bag isn't big enough for all my clothes. This bag isn't big enough for all my clothes. میگه این کیف به اندازه کافی بزرگ نیست برای تمومی لباسای من، یعنی به اندازه کافی بزرگ نیست که همه لباسامو توش جا بکنم. All my clothes. This bag isn't big enough. ناکن big صفته، پس بعدش enough اومده، enough بعد for all my clothes. All my clothes یه عبارت اسمیه، درسته؟ for all my clothes بعد enough. This shirt is too small for you. You need a larger size. This shirt is too small for you. You need a larger one. You need a larger size. میگه این پیراهن، این لباس خیلی کوچیکه برات، خیلی کوچیکه برات، تو به اندازه بزرگترش نیاز داری. نکن too for you، بعد for چی اومده؟ یه اسم اومده که فاعل اینجا. پس نکن enough for یا too for، بعدش چی میاد؟ اسم میاد، یا یه عبارت اسمی میاد. اما enough to یا to بعدش فعل میاد. حالا اینجا پایین بررسی میکنیم. ناکنی؟ مثال اول میگه Does Joe have enough experience to do the job? Does Joe have enough experience to do the job? میگه آیا جو تجربه کافی برای انجام دادن اون کار رو داره؟ اینجا گفتیم تجربه کافی برای اون کار داره، اینجا میگیم برای انجام دادن اون کار، فعل اومده. ناکن to do the job، to do the job، دیگه نمیگیم for do the job. شاید بتونیم بگیم for doing the job، ولی for do the job غلطه. بعد تو هم، حالا اینا بحث مصدر به علاوه تو هست که حالا بیشتر توضیح میدم. بعد تو ما همیشه یه فعل ساده داریم، فعل ing نمیاد، بعد تو همیشه یه فعل ساده داری. حالا بیام مثال دوم، میگه Let's get a taxi. It's too far to walk home from here. میگه بیا یه تاکسی بگیریم، خیلی دوره از اینجا پیاده بریم به خونه، خیلی دوره که از اینجا به خونه پیاده بریم. ناکن It's too far، ناکن too far to walk، to walk. ناکن بعد تو چی اومده؟ walk. walk چیه؟ راه رفتن، یه فعل. مثال بعدی میگه She's not old enough to have a driving license. She's not old enough to have a driving license یا driver's license. خب میگه اون به اندازه کافی یا در حد کافی بزرگ نیست که بتونه گواهی نامه رانندگی بگیره. ناکن enough، old enough to have. ناکن بعد تو چی اومده؟ فعل در حالت ساده. بیان پایین میگه The next example has both for and to. میگه این مثال هم for رو شامل میشه، هم to رو، هر دوتاشو داره. ببینیم چطور مثالیه. حالا بیشتر این نکات آموزشی نیستا. The bridge is just wide enough for two cars to pass one another. The bridge is just wide enough for two cars to pass one another. میگه این پل به اندازه کافی بزرگه یا گسترده هست برای دوتا ماشین که رد بشن.
نکن، برای دو تا ماشین که رد بشن. فعل میدونیم هر دو تاشو هم به کار ببر. اینا فهم که اینجا اومد. اینم یه مثال بود. اینم بخش آخر. اینم حالا بیشتر مطالبش رو ما گفتیم. گفتیم که تو معنی منفی رو برای ما میاره، معنی مثبتی نداره کلا. الان تو هات تو ایت یعنی چی؟ تو هات تو ایت یعنی اونقدر گرمه، اونقدر داغه که نمیتونم بخورم، که قابل خوردن نیست. تو هات تو ایت، غیر قابل خوردن به خاطر اینکه خیلی گرمه. حالا میتونیم اینو به سه حالت بگیم که اینجا گفته. ناکن The food was very hot. We couldn't eat it. میگه غذا اونقدر داغ بود، اونقدر داغ بود که ما نتونستیم بخوریمش. We couldn't eat it. حالا میاد جمله دوم. میگه The food was so hot that we couldn't eat it. میگه غذا اونقدر داغ بود که نتونستیم بخوریمش. ناکن معنی یکسانی دارن، ولی اینجا از قید very استفاده کرد، اینجا از قید so به علاوه that استفاده کرد، ولی معنیشون یکسانه. خودش هم دقت کن، اینجا فعل منفیه، we couldn't eat فعل منفیه. به اینا فعل وچی یا مادلز میگن که بیشتر حالا رفته رفته باشون آشنا میشیم. اصلا نگران این موارد نباشین. We couldn't eat، ما نتونستیم بخوریم. ناکن فعل منفیه، ولی این استراکچری که اینجا وجود داشت، این ساختاری که اینجا وجود داره، فعل ما مثبت منفی نیست، ولی معنی منفی داره. خیلی جالب. ناکن این جمله سومه. میگه The food was too hot to eat. دقت کن، جمله ظاهرا مثبته، هیچ فعل منفی نداری. To eat فعل منفی نیست که، ولی معنی منفی میده. چرا؟ چون خود تو اصلا یه ساختار منفی سازه، اصلا باعث میشه جمله از لحاظ معنی منفی بشه. The food was too hot to eat. غذا اونقدر گرم بود که نتونستیم بخوریم. معنی بازم منفی میده، پس معنیشون یکسانه این سه تا جمله، پس خیلی مهم. حالا بیام اینجا، اینا یه مثال دیگه است. These boxes are too heavy to carry. میگه این جعبه ها اونقدر سنگینن که نمیشه جابجا کرد. These boxes are too heavy to carry. نکن ظاهرا فعل مثبته، ولی چون تو رو داریم باید معنی منفی داشته باشیم، پس دقت کن. مثال دوم میگه The wallet was too big to put in my pocket. میگه کیف پول، The wallet was too big to put in my pocket. اونقدر بزرگ بود، اونقدر بزرگ بود که نمیتونستم داخل جیبم بذارم. نکن to put گذاشتن، in my pocket داخل جیب، ولی چون تو اومده باید منفی ترجمه بکنیم دوست عزیز. خیلی جالب. مثال آخر میگه This chair isn't strong enough to stand on. میگه این صندلی به اندازه کافی قوی نیست که روش بشینی یا بتونیم روش بشینی. Strong enough to stand on یعنی ما نمیتونستیم روش بشینیم، به اندازه کافی قوی نیست که بتونیم روش بشینیم. ناکن با اینکه جمله مثبته، ولی به نوعی معنی منفی داره. چرا؟ چون اینجا حالا این فعل مثبته، ولی این طرف ناکن isn't یه فعل خبری یا ربطی منفی داره برای اینافه های، ولی برای تو ناکن اصلا هیچ کدوم از فعل های من منفی نیست، ولی معنی منفی میده. پس نکته کافی و مهم ما همینه که اینو بدونیم که تو معنی منفی میسازه، اما در مورد ایناف اینطور نیست، باید فعلمون هم منفی باشه که اینجا منفی رو آورد. خب دوستان عزیز، اینم ویدیو جلسه 34 آموزش زبان انگلیسی. امیدوارم این ویدیو برای همه دوستان عزیز مفید بوده باشه. هر حرفی، امری، حدیثی، سخنی و انتقادی از ویدیوها بود، بنده در فضای مجازی با همین شماره در هر برنامه که دلتون خواست در خدمت شما دوستان عزیز هستم. خوشحال میشم که کمکتون بکنم و خیلی هم ممنونم از
دوستان عزیزی که به بنده پیام میفرستن، دوستان پرمهری که پیام میفرستن و از من حالا تشکر میکنن به خاطر ویدیوهای آموزشی. من افتخارم اینه که بتونم یه چیزایی رو یاد بدم و یه چیزایی از دوستان عزیز یاد بگیرم. من علاقه خیلی خاصی به آموزش دارم و حالا از سنین خیلی کمی هم آموزش میدم، حالا در زمین های مختلف. خیلی خوشحالم که بتونم کمکتون بکنم و باز هم خیلی ممنونم که با این پیاماتون انرژی خیلی خاصی به بنده میدید. امیدوارم که بتونم لایق این پیام های بسیار زیبا، قشنگ و نشانه در حقیقت محبت شما رو بتونم در حقیقت با این آموزشم جبران بکنم به نوعی. تا یه ویدیوی دیگه و یه آموزش دیگه، شما دوستای عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.